پس بخوایم سایزش تغییر بدیم این قسمت پروپرتیز. استاندارد چند بود؟ 43. و بعد این قسمت آیکن اسپیسینگ ورتیکال انتخاب کرده، پس 43 می سازیم. و در قسمت اوریزنتالش هم ایرون 43 و اوکی اپلای و بعدا باز لگ آف. بعد از لگ آف پس میشه و بعدا ما در این قسمت ادوانس ما در اینجا داریم کپشن بتن. وظیفه کپشن بتن چیست؟ ما میخواییم که در حقیقت بالای اینی در حقیقت کپشن بتن است. کلوز، مکزیمایز، مینیمایز چی هسته؟ کپشن بتن. پس اگر ما در این قسمت بیم کپشن بتن و میباشیم خب بعد از یه آیکن مانده اینال در حقیقت ما میخواییم که سایز بین آیکن ها خو ایجاد شد. میخواییم سایز بسلا فاصله که بود اینال ما میخواییم سایز خود آیکن ها رو کلان بسازم. پس در اون صورت میم در قسمت آیکن و بعدا آیکن انتخاب کرده فعلا سایز شن است 32 مثلا میسازم 62 به صورتی که اوکی کنیم و بعدا اپلای. سایز چی شد؟ کلان تر است کل آیکن ها متوجه شدین؟ اگر دوباره بیم در قسمت انانسه که مگم نشتایش خورد است بخاطر که در قسمت ادوانس و در قسمت آیکن ما اینجا فانتش هشت است. میتونیم فانتش تغییر بدیم سایزش و انواع نشتهش. اگر دوباره در قسمت آیکن پس 32 انتخاب کنیم اوکی اپلای و پس به شکل استاندارد برمیگرده. و بعدا ما در قسمت ادوانس پس به شکل استاندارد برگذاشت. اگر ما در قسمت دسکتاپ هدف ما ایست که رنگ دسکتاپ فعلا به این شکل است. یک اینجا ست است اینی چهار طرف پکچر ببینیم به این شکل است رنگش که ما در حقیقت ما او رو میتونیم که طریق دسکتاپ هم از جام چنجش کنیم کالر. اگر مثلا میتونیم اینجا از سفید بگیریم اپلای چهار طرف هم پکچر رنگش سفید میشه متوجه شدین؟ اگر در قسمت اپیرنس ادوانس و در قسمت دسکتاپ اینجا اوتوماتیک چی شد سفید. اما از جمعی تانیم کار انجام بدیم به اساس شارکت از طریق دسکتاپ هم. و بعدا در این قسمت ما داریم کپشن بتن. پس اگر سایز از زیر تغییر بتیم فعلا 20 است. اگر ما مثلا 40 بسازمش چه خودش سایزش؟ پس زمان که اپلای کنیم کپشن بتن ها در مجموع سایزش کلان میشن. پس میتونیم اگر 30 بگوییم به این اساس اگر مثلا 25 بگوییم به این اساس اپلای. و اگر در قسمت ادوانس بعدا ما در قسمت داریم اپلیکیشن بکگراند اینی هم بسیار گپ مهم است که باز این امکانات 99 فیصد در انترویو داره. مثلا ما در صفحه اکسس میم اینال سعی کنید زمان که ما مثلا امپلای رو باز کنم اینی رنگش به کدام شکل است؟ شکل مثلا خواهی فولادی. پس چطور اینمی رنگ چنج کنیم؟ پس در صورت میم در قسمت پراپرتیز و بعدا اپیرنس ادوانس و در صورت میم میگیم اپلیکیشن بگراند. اپلیکیشن بگراند انتخاب کرده فعلا به شکل مثلا میگم باشه به این شکل اوکی اپلای. به کدام شکل شد؟ به همیش تغییر کرد چرا که در بعض دیتابیس ها ما به می طور مشکل ها مواجه میشیم پسی رای حلش از قسمت پراپرتیز است. در بعض دیتابیس ها مطور بساس دیزاین ما چطور بتانیم یک رنگ بدیم. و بعدا اگر پس بخواییم به شکل استاندارد پس میریم در قسمت اپلیکیشن و بعدا میتونیم که رنگ انتخاب کرده اوکی اپلای پس به شکل استاندارد برمیگرده.
از ما میشه کنیم. اگر ما در قسمت ادوانس و بعدن ما اینجا داریم اکتیف ویندوز بار داره، پس به میشکل قبلا ما تانستیم ویندوز های مثلا ویندوز میدیا پلیر را تغییر بتیم، اگر مثلا اینجا ما 20 بگیرم از خود صفحه ویندوز چی میشه؟ تغییر میخوره. به میاسا ستاندر ما پس یک است، یعنی صفحه در مجموع از کل ویندوز مای داکومنت مای کامپیوتر به میاسا است. و بعدا ما در این قسمت داریم اکتیف تایتل بار. در صورتی که اکتیف تایتل بار را تکنیم مثلا میتونیم که تایتل بارهایی که در مجموع کل پروگرام ها باشه تغییر بتیم، یعنی بغیر از صفحه ویندوز. پس در صورت اکتیف تایتل بار انتخاب کده مثلا میگم سایزش 25 45 شوه در مجموع از کل پروگرام ها میشه، مثلا فتوشاپ کورل درا در مجموع پروگرام را که انستال کنیم. و پس میتونیم که سایز نشته شه مزجه انوای نشته شه و رنگ نشته شه تغییر بتیم و 25 استاندارد ماست. و اگر در صورتی که 3D object انتخاب کنیم مثلا رنگش سرخ میگیریم سعی کنیم رنگ 3D object اینجا بر ما ظاهر میشه و رنگ نشته شم سبز. پس زوم میشه که ما 3D object بالای از استفاده کنیم. میتونیم درس امروز ما میجا بس است. بس است یا پیش بریم؟ خب برای از ریدگان پیش میریم. و بعدا میریم در قسمت کنترول پانل اپیرنس اند تیمز و بعدا داریم فولدر آپشن. همی جنرالش رو میخوانیم بازدگیش میمونیم برای فردا. این دقیق قسمت ما داریم تاسک، وظیفه تاسک دقیق قسمت چی هسته؟ اینی در حقیقت یک تاسک هسته. سعی کنین اگر ما صفحه مای کامپیوترم باز کنم به نام چی هسته؟ سیستم تاسک. یعنی توسط تاسک ما میتونیم کارها را به اساس شارکت از بعض پروگرام های ویندوز استفاده کنیم. فعلا در کجا هستیم؟ مای کامپیوتر. اگر مثلا کنترل پانل بخوایم واجد از این نیست بریم دستار بگیم کنترل پانل، به اساس شارکت از تاسک میتونم استفاده کنم کنترل پانل. یا مای داکومنت حاجت نیست دیگه قسمت ما برم بگویم مای داکومنت، مستقیما فعلا در مای کامپیوتر هستم به اساس یک شارکت از قسمت تاس استفاده میکنم. چطور بخوایم که دیگه قسمت نباشه؟ پس در صورت میریم در قسمت فولدر آپشن و بعدا دیگه قسمت تاس میگم یوز ویندوز کلاسیک فولدر. زمانی که آپشن تک کرده سعی کنین این آپشن قبلی تک بود اینجا تاس بود دیگه قسمت. در صورتی که آپشن تک کنم سعی که تاس از اینجا گم بشه. اوکی اپلای اپلای کنیم پس تاس دیگه قسمت نیست. متوجه شدین؟ و در صفحه ما کمپیوتر هم الان بریم تاسک. اگر بخوایم پس دوباره ظاهر شه میایم در قسمت پس. ما فولدر آپشن از دو طریق آورده میتونیم. از تولز در تمام صفحه ویندوز ما داریم فولدر آپشن و جای اساسیش باز در کجاست؟ کنترل پنل. اینجا بسا شارکت ما میتونیم استفاده کنیم. جای اساسیش فولدر آپشن و به می اساس اگر بگوییم شو کامند تاسک این فولدر پس یه آپشن تک کرده پس تاسک برامو ظاهر میشه. متوجه شدین؟ و بعدا ما در قسمت براوز فولدر وظیفه از چی سه؟ Open each folder in the same windows. میگم تمام فولدرها را در یک صفحه ویندوز برم باز کنم. مثلا سعی کنین فعلا در مای کمپیوتر هستیم. اینجا چند صفحه است فعلا اینجا اوپن، یکی از کمیونیتی شیاس یکی هم از مای کمپیوتر. در صورتی که بگویم درایو سی بالای کدام صفحه باز شد؟ مای کمپیوتر. متوجه هستین؟ و در درایو سی میگم پروگرام فایل باز کن. سعی کنین بالای کدام صفحه باز میشه؟ بالای درایو سی. چطور کنیم که در صفحه جدا هر فولدر باز شود؟ پس در اون صورت میایم در قسمت تولز این به اساس شارکت فولدر آپشن است. در قسمت فولدر آپشن و بعدا میگم اوپن ایچ فولدر ان اِتس اون ویندو. میگم هر فولدر در صفحه جداگانه باز کن. پس زمانی که آپشن را تک کنیم سکی صفحه چی شد؟ جدا. پس قبلش که تک بود یعنی صفحه یکی است. بفرمایید. و بعدا این آپشن را تک کرده اپلای. این حال در حقیقت اگر ما در قسمت مای کامپیوتر بیایم فعلا چند صفحه داریم؟ مای کامپیوتر که بگیم درایو سی صفحه جدا باز شد. مای کامپیوتر در جای خود باقی موند. اگر مثلا در مای کامپیوتر بگیم پروگرام فایل در صفحه جدا. و به می اساس اگر ما در قسمت بگیم درایو دی صفحه جدا. کلش در مجموع 4 صفحه ویندوز شد. و اگر بخوایم که کار کلش بالا یک صفحه شود دوباره میایم در قسمت کنترل پانل اپیرنس اند تیمز و بعدا در قسمت فولدر آپشن پس میگم open each folder in the same window. پس یه آپشن اپلای اوکی ایره کلوز گروپ نال دوباره که کر بیاییم پس به میاساس میتونیم بابای سرخ باز. و بعدا میریم در قسمت کنترل پانل appearance and themes و بعدا folder option و بعدا اینجا داریم click item as follows وظیفه ازی فعلا بالای کدام آپشن تک هست؟ double click to open an item single click to select. میگم دبل کلیک یک آیتم یا یک فولدر برام باز شود، در سنگل کلیک انتخاب شود. مثلا سعی کنین کی فیلیسا
فعلا مثلا ما میخوایم که یک مای کامپیوتر رو باز کنم، یک کلک میکنم، کم یک کلک کنم چی شد؟ انتخاب شد، انتخاب شد. کمی دبل کلک کنم باز میشه. پس چطور کنم که یک کلک کنم باز شود؟ پس در اون صورت میایم در قسمت appearance and themes folder option و بعدا میگم single click to open item، میگم یک کلک کنم باز شود اما فولدر point to select و پوینتر رو بالاش کردم انتخاب شود. پس در اون صورت یه option رو تک کرده apply. اوکی اینا رو سعی کنین بدون از اینکه من کلک کنم، بدون از اینکه کلک کنم فقط ماوس رو بالاش میبرم. چی شد؟ سلکت. هنوز کلک نکردیم، صرف پوینتر رو بالاش برم. کمی یک کلک کنم چی میشه؟ باز. پس به اساس ما میتونیم استفاده کنیم. و گپ دیگه که در این قسمت سعی کنین اندرلاین در قسمت در پروگرام درج شده. اینی اندرلاین آمده، این خطا. چطور کنیم که خطا نبه؟ این خطا به اساس براوز می براوزر. پس در اون صورت میایم در قسمت فولدر آپشن و بعدا فعلا underline icon title consistent with my browser و بعدا میگم underline icon title only when I point at them. میگم در صورت underline نشان بده آپشن رو دوم تک کنیم زمان که پوینتر رو بالای شوری در غیران پنهان باشه و بعدا apply. اوکی حالا فعلا هست کدام خط در زیر از نشتانه. بعد در صورت که پوینتر رو بالایش بوریم چی میشه؟ امو بالاستان underline ظاهر میشه. اما یک کلک کنیم باز میشه، واجهت دبل کلک نیست. تمام فولدرهای ما فقط بالا یک کلک باز است. و اگر بخوایم توسط دبل کلک پس دوباره میایم دیگه قسمت فولدر آپشن و دوباره اینا اگر دبل کلک انتخاب کنیم باز اندرلاین دیگه نمه سکی جواب شد. پس در اون صورت بالای تایم شما 6 تا هفت و به می اساس همونجا باشین نمه. اگر در صورتی که در قسمت فولدر آپشن پس دبل کلک انتخاب کنیم حالا به صلاح کلک هم کنیم اندرلاین آمد، پس دبل کلک از بخاطر متوجه هستیم. و اگر ما در قسمت کنترول پانل و در قسمت اپیرنس اند تیمز و بعدا فولدر آپشن اگر مثلا در این قسمت ما تک کنم پس بگیم ریستور دیفولت، پس به شکل استاندارد استانداردشی بود دبل کلک، پس به شکل استاندارد خود سیستم برمیگرده و بعدا اپلای. اوکی درس امروز ما همیجا بس است.